اون چتری بزنم الان. یه حالا ویدیو دیدم از دیروز، آروم صحبت کنم چون نمیخوام بیرون بفهمن. این قبلشه، میرم انجامش میدم برمیگردم. آقا تا اینجا پیش رفتیم، ولی خب بلنده دیگه طبیعتا. من که خونه تنهام دارم بلند صحبت میکنم، هنوزم میگم مام بابام نمیدونن، چون دوتاشون مخالفن با این قضیه. قاعدتا این شکلی نمیخوایم بمونیم، ولی خوب سکشنش رو خوب کردم، باورم نمیشه بالاخره انجامش دادم. بچه های تلگرام میدونه من الان چند هفته است درگیرم. این تو فیلم ها دیدم که اینجوری میکنن، نمیدونم حالا این چیه دارم انجام میدم، احتمالا یه چیزی میدونن دیگه. آها این یه ذره انگار نمیدونم، حالا یه ذره برم کوتاه ترش کنم. آقا همیشه باید از کم به زیاد رفت دیگه، چون اگه بچینم که دیگه بره بالای ابرو فکر نمی کنم خیلی پایه باشم. خوبه؟ آره بریم. رفتیم، نکنه زیاد رفتم. آقا دیگه کوتاه‌تر نمی‌کنم، دیگه کوتاه‌تر نمی‌کنم. یا شب ابو کنم؟ نه خیلی بلنده، خیلی بلند نیست. یو فکر کنم که نمی‌دونم چرا انگار این ورم بیشتره، این ورم کمتره. آرایشگرهای عزیز لطفا یه چیزی به من بگین. حتی فکر کنم به خاطر مدل مومه، یعنی یه ذره اگه استایلش کنم درست میشه، ولی اگه انجامش ندم خیلی رفت رو مخم. چقدر راحت میره کنار. میخوام برم دانشگاه، بعد از 5 هفته روز اول دانشگاه است، کلاسای جدید دارم، خیلی هیجان زدم. ولی خب قبل شما برین دیروز رو ببینین. دیروز تولد نیک بود، بعد من بخاطر تولدش میخواستم واسهش یه خاطره خوب بسازم که یادش بمونه که تولد 14 سالگیش با خواهرش چی کار کرده. بر همین برین اول اونو ببینیم. نیک هیجان زده هستی؟ بنز کافی؟ یا نه؟ یی خفتش کردن، یک کفشو برداشتن رفتن. نه یک کفشو انداختن، خودشو برداشتن. برای تولد نیک، من چون چند هفته پیشش رفته بودم دوپامیلن، نیک خیلی خوشش اومده بود، گفتش که منم ببر. بعد فکرم گفتم چرا اونجا ببرم، یه جای بهتر ببرمت. الان داریم میریم یه جای بهتر.
بشوریم. اینجا خیلی باحال تره، حتی با توجه به اینکه خب تقریبا دو برابر اونه که قیمت بلیتش بود، واسه همین خوشحالم که باحال تره. آقا خیلی عمیقه، من واقعا فرو رفتم، منم گیر کردم، چجوری پاشم آقا. خیلی باحال بود، خیلی خوش گذشت، هوای تازه خیلی خوش گذشت. ولی اگه خواستین بیاین وسط هفته، اگه میتونین بیاین خیلی بهتره، چون که خیلی بچه خیلی زیاد بود، قطعا وسط هفته بچه ها خیلی کمترن، اونم نه به خاطر اینکه بچه ها بدن، به خاطر اینکه مثلا به حواست بهشون باشه وقتی تعدادشون زیاده. من خودم مثلا خیلی نتونستم بازی کنم، چون نگران بودم که مثلا بچه ها این زیرو پیر چیز نشن. آره واقعا خوب چیزه، خیلی به حواست باشه. این آب رودخونه تیمز خیلی آب کثیفیه، چون که چندین سال پیش آشغالای کارخونه ها و اونایی که مثلا مواد شیمیایی این چیزا رو میریختن توش، حالا الان دیگه این کار نمی کنن، ولی خب هنوزم ممکنه افکتاش باشه و خب خیلی آب تمیزی نیست دیگه، یعنی خیلی خطرناکه. حتی نشسته بودیم اینجا،
داشتم یه دونه سیب زمینی میخوردم و یکی از این پرنده ها از تو دستم دزدید سیب زمینیمو. باورت میشه؟ سیب زمینیمو دزدید و خیلی صحنه ترسناکی بود. خطرناکه ها. Yeah, they can just fucking bite my hand off. Oh, yo. یکی از بدمزه ترین غذاهایی بود که تا حالا تو زندگیم خوردم حقیقتا و خیلی شاکیم از دست خدا. دیدی یه چیزی میخوری بده و مثلا دست خود ناراحتی نیکی بگا ماما اینجا خوب میتونستی بگا. نیک بگو که بهترین تولد زندگیت بود. بهترین تولد زندگیت بود. حالا واقعا بود؟ جدی؟ تولدت هم مبارک. دوباره دانشگاه شروع شد، سوشی خوردن شروع شد، در کنارش همه چیز دیگه شد. وای امروز با یکی از معلمانی که طالباش کلاس نشم ولی خیلی دوستش دارم کلاس دارم، خیلی هیجان دارم. دارم برمیگردم و الان فهمیدم که من اصلا خیلی ولاگ نگرفتم. تمرکزم خیلی روی این بود که چه اتفاقایی داره میفته، اصلا حواسم به ولاگ نبود. میدونی ولاگای دانشگاه بدیش اینه دیگه، چون نمیتونم هم فیلم بگیرم خیلی وقتا هم حواسم به درس باشه، خصوصا که مثلا یه روزایی که کلا درسمون کلی تئوریه، اصلا فقط باید بشینی گوش کنی میدونی. اومدم خونه، بابام با هم صحبت نمی کنه، کلن با هم قهره. زیر پست اینستاگرام هم یک کامنت بد گذاشته بود، مامانم نظره با اینا رو جمع نکردم. برگشتم میگم بابا خیلی کارهای بدتری میتونستم بکنم نکردم. و میگه یعنی چی جمعی؟ یکی نیست میتونی یک گند زدی بعد قرطانی میتونم واقعیه. حتی خب گند که خب مو
نمونه دیگه. حالا تم در میاد همین که خودم راضیم. حتی بدیه چتری اینه که همشه چرب میشه، فکر کنم به هر روز چترگام بشورم. در کل راضیم.